بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام. مجددا عید نوروز، این یادگار ابراهیمی زرتشتی، این عید جمشیدی رو بهتون تبریک میگم. نوروز باستانی و نماز روزهاتون هم قبول. یه اتفاقی افتاد متاسفانه تو آذربایجان، تو آتورپادگان، تو آذرآبادگان، تو سرزمین آتش، تو سرزمین زرتشت، تو سرزمین ابراهیم. یه به قولی با تخم مرغ، شما رو نمیدونم، شخصا عیدمو سیاه کردن، عیدمو خراب کردن، اصلا انگار آتش گرفتم با این قضیه و خیلی دردم گرفت. اومدم یه ویدیو درست کنم، دیدم خیلی، اگه دیروز میخواستم حرف بزنم، گفتم همش فوش و اول فوشکاری میشه، بی ادبی میشه. ما رمضان هم مثلا، ما هم تصمیم گرفتیم یه ذره مؤدب تر بشیم. صبر کردم، امروز دوباره اومدم یه دونه دیگه ویدیو درست کردم، دوباره بعدش خیلی فوش شد همش و باز مجددا دارم میگیرم. امیدوارم که بتونم خودم رو کنترل کنم، چون اصل قضیه اینه. ببین، وسط روز روشن، شهرداری تبریز اومده یک آنگرگ گرگ پدر، سگ پدر گرگزاده، بی پدر مادر بی ناموس رو لوح افتخار و فلان و اینها. ببین، یعنی طراح دیگه ای نداشتیم توی این مملکت. و بقولی من شخصا شاخ دارم رو پیشونیم، با خودم دارم این ویدیو هم حرفی زنم، چون ممکنه بازم بیادبی شه. این ویدیو هم با خودم حرفی زنم، اصلا کاش سلام نمیدادم. این رو هم نوشته خر، نمادای مغولی فلان، تو ننت چشاش اینجوریه، بابات چشاش اینجوریه. سرزمین های اشغالی که دهات های توابع تبریز ما بوده و هست و باید پس گرفت. حالا صحبت بکنم سر این. از اونجا به قولی ربط دادن به عثمانی و به مغولا. ببین، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، اینها، اویغور، اینها خودشون یه تأثیری از اون به قولی تمدن مسئله بایرام و نوروز دارند، ولی مغولا. بعد مثلا چیزهای رهبرای جریان فلان، ببین پارسال دعوا سر چی بود؟ دعوا سر چیه؟ اصلا غیرته برای چیه؟ ناموسه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی آدمی که ناموسه به قولی بی اهمیت بشه روی ناموس خودش، قراره به جایی برسه که مثلا اون ناموس مام وطن، اصل اون ناموسه که بهش توهین شده، انگار هیچی نه، هیچی به هیچی، انگار لنگ پش بود، چیکار میکردن بعدیا. بار سال داشتن نوشته، بله درست حد سعید، ما میخوایم لخشیم، ما قراره با بیکینی لب ساحل و شورتک جین کوتاه و به قولی ممه به چرخ و ممه هامون باد بخوره و بذارن درمونو مثل یه تیکه توف، مثل سیگار مثل دستمان قاضی تومون فین کنن و بندازن به کتفم. این غلطه رو بکنی ولی ناراحتی انقلاب نکن. اگه میخوای جمهوری اسلامی دو بیاری انقلاب نکن. خون نیکه ها، حالا جنازه خوری یا ایناشون هم کاری نداریم، بارها صحبت کردیم، جنازه خورن و مصادره و ایناش هم کاری نداریم. اینها جریان شورشی که تجزیه طلبای کموله، نمیدونم بجا کوف پی کی که پانتورکاف ضد بلوچای به قولی فلان، جیش و زوم، داعش خراسان، الهوازی، این همه فعال شدن. این وسط هم 7,000 نفر 9,000 نفر دور هم جمع شدن، خودشون رو ملت فرض کردن، فریب خوردن. یه چند هزار نفر هم این وسط با اینا قاطی شدن، ما نهایت گرفتیم 200,000 نفر که چیو بزنن؟ ناموس، غیرت، پرچم تو وسط خیابون آتیش بزنن، سرود ملی تو توهین کنن، برن 6 تا هم بخورن بیان حواله خود رو هم بگیرن. اون حد که چی؟ پرچم تو بزنن، هویت تو بزنن. امسال ببین، اون از چهارشنبه سوری که صحبت کردیم بارا، یکی از
باستانی تر آیین های باستانی تا جوری به گند کشیدن با دست های من با دست های تو. بختانش اینجاست با به قولی اکل سرنج چینی ارز ملتت هم خارج کنن، هیچ کی هم نگه آقا دلار فلان فرمان میشه تو این مسئله. حالا این کاری با اینش من اصلا ندارم، اصلا کاری ندارم. بیه چیزیم به این جشن هنوز که هنوز تموم نمی کنن بی شرف های مردم آزار، تموم نمی کنن یه عده. اصل هویتتو بزنم بزنی بزنی بندازنم اون تو اون بازی، این عید تو خوم و رنگیه باشه، الفای مغولی رهبرای فلان. خیلی حرف زده بودم اینجا رو، خیلی حرف زده بودم، خالی نمیشم، هر چی بخوام بگم خیلی فوش کشدار میشه، خیلی بد میشه. استوری زده از امروز جوانان ما خود میدانن با نمادهای هخامنشیان فلان چه برخورد داشته باشن، جوانانتون و تک تکتون بینام اینها رو این نمادهای مغولی الفای فلان هویت مغولا فک بدرهای گرگزاده که تهدید کنن برای این کارا. ببین میدونی چی رو زده تو تاریخ تمدن، پادکستایی که اون همه صحبت کردیم راجع به تاریخ و اینا، سند دست اول کتیبه ای که تاریخ رو برات عیان کرد، دروغ‌های غربی ها راجع به خیلی مسائل روشن کرد، مثلا اون اقلیم مکه رو اینا رو ما ترجمه کردیم گفتیم اینا از همون گرفتن، مثلا بگن اینا عرب با مثلا اینا جزو ایران نیست و فلان اینا صحبت کردیم. یه بی‌ناموس بی شرفی، آدم عادی نیست که، قبول داری دیگه، هر چقدر بیشرف، هر چقدر اصلا نمیدونم چجوری بگم، جوون هیجانی اینا باشه یا هر چی خلافکار بیشرف و فلان باشه، هر چی فلان باشه این کارو که نمیکنه که. شما چی کار داری میکنی؟ شما چی کار کردی؟ آقا مثلا یه چیزایی ببین، مثلا طرفدارای این آخونده این کله بسته یه مجمع با قولی رهبرای اصلاح طلب اینا که طرفدارشو میان به آخونده فوش میدن، طرفدار اینا میان به آخونده فوش میدن، شما در برابرش چیکار میکنی؟ اینا رو کاری ندارم، اینا باشه قبول، این میگیم نمیدونم فلان، ولی با این چیکار کردید؟ اینجا چیکار کردی؟ شهردار تبریز من نمیفهمم آقا، نمیدونم کی اینجا شلاق خورد، کی چقدر چند بار تکرار بشه به ناموس وطنت توهین بشه، پشم بود چیکار میکرد؟ چقدر تو ورزشگاه تحمل کنیم چشامونو ببندیم پرچم فلان یوگوسلاوی و اینا رو چیز کنن؟ چقدر تحمل کردیم که الان انقدر قوی شده؟ لوح تقدیراشو ببین، با پشم خرمون کردن، اصل غیرت رو میخوان بزنن، حواسمون نیست. چقدر بی هزینه شده در مقابل به سرود ملی توهین کنه، به پرچم توهین کنه، بعد بهش خود رو هم فلان بدی، حالا میگیم اونجا رو مثلا چیز فلان، چقدر شده که به قولی من نمیدونم از این بی غیر از این بیش از این بینا اصلا به ناموس من کجا؟ سرزمین حمید باکری، سرزمین مهدی باکری، سرزمین باقرخان صدقا، سرزمین زرتشت، زرتشت آتور پادگان توهین بشه بهش؟ اگر فضای مجازی نبود، اگر بچه های با غیرت تبریز پخش نمی کردن این چیزو چی می شد؟ مثل همه این سالهایی که شده کار کردن و ما بی خبر بودیم می شد می رفت دیگه، فکر می کردی شهردار تبریز می اومد مثلا من نمی دونم وزیر میراث فرهنگیتون وقتی که چیزه خیلی خدا گیرمون آوردن، راه پیدا کردن توی یه جاهایی آوردیم، رهبر مملکتت اومده کتاب نمایشگاه کتاب، یارو میگه فلان فلان شده، چرا به زبان ترکی استانبولی ترجمه کردی؟ شورای شهر آوردیم کله بسته تو قوای آخوندی فرو رفته،
از یه طلبی زهر میزنه. اون ور صدا سیما اوورد یارو رو گنده کرد با این چیز الهوازی ای که مینداخت. بعدن ها هم اومد گفت نمیدونم ممه ها تو بنداز بیرون سین رو سری تو فلان کن بذار فلان بذار کنیم. خون شد قهرمان ملی یه عده. ببین یه چیزایی آدم میفهمی آقا اینا کموله است. اون دشمن خونیت با هویتت با وجودیتت مشکل دارن. جمهوری اسلامی خود وجودیتت اینا با اون قضیه مشکل دارن. دعوا تمدنی آرایش جنگ دنیا این مسائل باکو شده محل جولون اسرائیل داره کار میکنه فلان میکنه. سلطنت طلب چی بگی؟ ببین درسته مثلا مجاهدین با صدام بر علیه جنگیدن خب آشکار و روشنه. سلطنت طلبا گفتن که نه ما قبول نداریم. این اسنادی که تازه در اومد آمریکا چیز کرد که مثلا آقا فرهدی با فانتوم ها رو تحویل گرفت داد صدام بیان مردم تو بمبارون کنن و اینها رو مثلا چی نکنه. ولی ادعا که میکنه یارو از عربا پول میگیره با اسقاطیل فلان میکنه کجا؟ کسی که جایی که جشن ایرانی کشون میگیرن. ببین گوش هامان و شیرینی درست میکنن هر سال تو پوریم به نماد هامان شیرینیشو پخش میکنن میخورن جشن ایرانی کشو میگیرن. این شازدهشون اصلا بی غیرت نمیدونم اینا رو کجای دلم بذارم. اینا ادعای ملی گرایی میکنن. ببین شاملوته که میاد فردوسی تو میزنه. فردوسی که نبود زبان به زبان فارسی شعر می نویسه معروف گندش کردن به نام آزادی و بگذاریدیم وطن وطن بشود. فردوسی تو می زنه شجریان تو می زنه. بعد تو دعوای قضیه شجریان اینا میان یه بار با شجریانه می خوان بزنن یه بار با شاملو. اصلا می دونیم چی میگم این وسط. حالا صحبت هم یه ذره چیز شده چند باره دارم میگم یه ذره رشتش به قول تو هم پیچیده. راجب اون ارکان و اینا صحبت کردیم صحبت های قاسمی ها اینها که یه جایی خرمون کردن گیرمون رو بردن که توله هاشون همونو 40 نفره بیان توی گچکار رو بکشن از خودشون بیان ول کنن زن زندگی آزادی گیرمون بیارن نمیدونم به نام آیفون و فلان پولامون هم بپیچن بعد بگن حجاب پولام کنن. این برم که اصل قضیه هم که انگار نه انگار هیچ وقت هیچی نمیشه. هیچ کار هیچی یعنی چی؟ این اصل قضیه است. 6 تا وزیر باید استیزا بشه به نظر من. شهردار باید در شلاق بخوره. یه بار بکن ببین دیگه یه دونه پرچم میبینی؟ دادش من نگاه کن کل قبرستون رو برداشتن دوزیدن بردن کشور کجایی؟ از هیچی خبر ندادی؟ کشور کجا؟ کشور چی؟ حالا مگه نگفتم میگم بردن کشور اسرائیل. حالا هر جا صدا سیمای توه همونی هست که ورزشکارات به قولی چون به رسمیت نمیشناسیش روی دوشک حاضر نمیشن بعد بیان تو صدا سیما با ورزشکارت بکنن تو مخه بعد تا میگه با کچلوار اومد به ممرزا دوتا فوش هم داد آخ جون فلان چه محتوای خوبی اومد به آقازاده ها فوش داد گفتم میدونم نفوذ و فلان و بعد تو فرم بزننت بیار صدا سیمای تو تجزیه طلب الاهوازیه رو بکنش خواننده فلان بمان اصلا ببین نمیدونم این صداش آیا اون پتانسیل داشت فلان بشه یا یکی دیگه مثلا بیاد تو چیز اخیر همش از همین جاهه همین چیزیه که یا مثلا میگم حالا صحبت کردم قبلا سرش با عدالت میان یه وقتایی اصلا گفتم از عدالت از ظالم بترس از عدالت خار فرار کن. چه داسی مایه سکولاشی همه این دختران جامعه خواهران ما هستن. من استاد خواهرگاهی دارم. حالا حرفای زشتی میزنه.
همینجوری وارد میشن یه کارهایی میکنن، پسر خالاشه کسی هم باش کاری نداره، ما هم اسکلاش. نشون دادیم شورای شهر بود، کله بسته تو قبای آخوند بود، شورای شهر تبریز بود. چی شد؟ چی کارش کردن؟ شچ. آقا خودش اومده وسط میدون میگه فلان فلان شده، ترجمه کردی به چیز ترکی نشون دادیم. چی شد بعدش؟ هیچ. این چی میشه؟ هیچ. با جناقا چی شدن؟ وزیر فلان چرا از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ حق داره میگه که ببین، میگه که نه حکومت اومده فلان کار کنه که شما مثلا انقلاب نکنید فلان، از تجدید طلبی نو بترسی فلان، خرش کردم با این مسائل احمقانه، مثال مسائل احمقانه، ولی داری تضاد درم تو هم ایجاد میکنی، تو هم احمقی. خودم با خودم دارم حرف میزنم دیگه، کاش میگم کاش سلام نداده بودم راحت تر حرف میزدم. تو ویدیو قبلی هم این اشتباه کردم، اولش سلام دادم که البته پخش نکردم. و والله اگر ما خرد داشتیم، ببین میگم مسئله خیلی بزرگتر از چپ و راست و ارزشی ضد انقلاب و فلان و ایناست، ضد ارزشی و ایناست خیلی، و ما گیر کردیم توی مسئله ای که حالا صحبت کردیم راجعش، دوباره تکرار نکنم. تمام به هیچی رحم نمیخوان بکنن، یعنی نخواهند کرد. اصل دعوا سر اصل وجود و خرود، دعوا سر دی ان ای، دعوا سر خود حلال زادگی است، دعوا سر خود سلول به سلولت، دعوا سر کلوخ به کلوخت، کلوخ به کلوخ خونت. حالا ما تو این قضیه ها سیاستمون چیه؟ چند تا کانال زبان آذری داریم که اون دهاتای توابع تبریز که الان سرزمینای اشغالی که اسرائیل داره توش جلو میده، اسرائیلی که دشمن خونیته داره توش جلو میده و دست نفوذشون با بهایی ها با همینایی که هیچ نایس الان راه انداختن بعضیا دموکراسی ها فلان داره کار انجام میده. شما چند تا کانال داری؟ شما کجا برنامه‌تو گذاشتی واسه باز پس گرفتن سرزمین های مادری، باز پس گرفتن کردستان ایران، باز پس گرفتن کردستان ایران که تو جای چیز افتاده اونا رو میگم اقلیم ها فلان، توی باز پس گرفتن باکو، باز پس گرفتن حالا جای مختلف امارات، اقتصادت به درهم گره خورده، منافع دارن آقایونی که توله هاشون 40 نفره میان توی گچکارو میکشن میگن زن زندگی آزادی، منافع دارن اونجا که نمیتونی سیاستتو بذاری واسه برگردونه. ببین آقا اینو میفهمم، یا کن خب ما بعد از خب برهه تاریخی رو میفهمم، این که ما الان به جایی رسیدیم از بده بره یا ولش کن یا نتون بگی، مثل قاجار که زورش نرسید جنگید و نتونست، یا بیکفایت بود مثلا گول خورد، فریب قرارداد خورد، مثل پهلوی نبود که شوهرش بدیم نمیدونم بدیم بره فلان، نه جنگید، ولی خب بالاخره به روش های مختلف از دست دادیم، الان رسیدیم به تثبیت، به دوره تثبیت که آقا اینی که داریم رو حفظ کنیم. اما میخوام بگم شما اینجا بجنگی، اتوبوسی بچینی به خدا ببین عقله، اتوبوسی ببندی لم دفاع میخوری، اتوبوسی بچینی هی بزنن دفاع کنی بالاخره یکیش در میره این تو میخوری، شما باید بری اون جلو ببندی، باید تدافعی نجنگی، باید به قولی چی میگن ابتکار عمل رو دستت بگیری، سیاستت برای بازگرداندن چیزیه که از تو دزدیده شده باشه. و بحث هزینه و مسئله هزینه، چرا بی هزینه است؟ چرا توهین به ناموس وطن، توهین ناموسی، توهین ناموسی بهت بی هزینه است، توهین ناموسی بی هزینه شد،
کجا همین باز مثالو میزنم، اگر فضای مجازی نبود این تخم مرغا رو مردم تبریز با غیرتای تبریز وطندارهای تبریز اگه برادر خواهرامون این قضیه رو تو فضای مجازی به قولی فریاد نمی کشیدن چی می شد؟ سالها اینجوری کار کردن ها، ببین وارد شدن اینجوری اون ترکتور سازی تو ببین تیمشو، یه تیم فوتبال فلان چه بلایی به قولی هیچ کاری نمیشه، وارد شدن استاد خواهر چیزیدنند وارد شدن کار کردن کسی هم نفهمیده، اگه نبود چی میشد؟ میمون تخم مرغ، اما اینکه خیلی چیزها مونده. تخم مرغ نیست مسئله که الفبای مغولی اصلا بیقولی ببینن بفهمن. آقا ببین پانتور که میگه مغولی ها، ببین اون باکو تو باره نگاه کن، همه چشا درشت شبیه تو، قیافه های ایرانی، زبون لهجه آذری، همونا میرن ترکیه و عثمانی ها مسخرهشون میکنن نجات پرستای عثمانی. ببین من با مغولا مشکل ندارم، اما مغولا یه آدم های بنده های خدا، فرهنگ خودشون رو دارن، محترم، مال خودشون، هر چیزی هم قشنگی های خودش داره، زبون مغولی هم قشنگی های خودش داره، فلان مال خودش، اما من مغولی نیستم. حالا به ما حمله کردن، غارت کردن، تجاوز کردن، فلان کردن، یه زمانی دعوای پدر کشتگی نام داشتیم با گذشته فلان، اینا باقالی نسل چیزشون که ندارن باشه. الان اتفاقا دعوای با این عثمانی است که آن طلوع، یعنی خراسان اصلی تو، خراسان تاریخی، آن طلوع شده مرکز به قولی پای اینا، واسه خودشون تمدن چیز کردن. یکی از شیطانی ترین امپراتوری های تاریخ که به نام اسلام هزار غلط کرد، کلیسا آتیش میزد روش مسجد میساخت. الان فوش اونا رو تو داری میخوری یا اون هنفی های قولی، الان مذهبی چیزش کار ندارم، ولی اون عثمانی که دشمن ذاتی و خونی به قولی تو شیعه که بهت میگفتن رافضی بودی، الان فوش اون کسافتکاری هایی که اونا کردن، جنایت هایی که کردن تو داری میخوری یا میان میگن اسلام تو تاریخ فلان و ما اینا رو به تو فوش میرم. مثل اون میر فلان که میگم داعش رو میومد نقد میکرد و فوششو به تو میداد، توی که داری تو سوریه کشته میشی باز داعش به جنگی، میومد داعش رو نقد میکرد، مثلا ما خودمونیم دیگه اسلام فلان و فلان، فوششو به ما میداد. صحبت کردیم، ما خیلی سالهای پیش صحبت کردیم تو این کانال، از اولین چیزامونه ریاکشنای واکنشا به صحبتش. چی میشه که یکی تو روز روشن میره توی نمادهای هویتیت بالای اون عکس میگیره، روز روشن پخش میکنه، چند نفر رو شلاق زدی؟ بفرما عزیزم لطفاً فلان نکن، خواهش میکنم نارنجنگ نزن به بیستو، نارنجنگ نزن به نمیدونم فلان. آقا میگم دعوا سبک زندگیه، دعوا سر هویت توه، سلول به سلولته، دی ان ایته، حلال زادگیته، پوست و مو، خاک و زمین و هر چی که تویی، دعوا سر اونه. یارو اومد یقه فلان و مد کرد، یقه دیپلماسی های لباس ایرانی و میدونم دکمه فلان، برو ببین لباس زرد، تیشرت زرد فلان با لباس شخصی خود زندگیش، تیشرت زرد آمریکایی، اون یکی آخونده مثلا قرار نماد فلان به اون باشه، لباس شخصیش تریپ به آمریکا. صحبت کردیم سر این جهان و ویران خواه ها که چجور با پوشش عوض کردن و اینها، به قول توش دیگان سازیه ظاهری افراد دنیا. ببین چقدر نفهمیدند، چقدر اصل دعوا رو نفهمیدند، گیر کردم، گیرمون دادن توی سری پشم و فلان، یا با مثلا با عدالت خرمون کنن، آه به آقازاده ها فلان گفت، وای ببین چه گفت نفوذ و فلان و فلان، چه فیلمی وای، بعد با فرم زد از پایه و اساس، ریشت و زد، حواست نیست، آی نه اون اومد فلان کرد.
ببینید سینمای قبل از انقلاب خب فرق چیه؟ یک دسته امپریالیست و نیروهای ضد خلقی بودن که زن رو مطرح میکردن و به حساب خودشون اسلام یه نقطه زخم پذیری داشت به اسم زن و اونا میخواستن با طرح حقوق زن و مسائل اون چیکار کنن؟ به حساب خودشون ضعف اسلام و راجع به زن مطرح کنن و دین اسلام رو در جهان تنها کنن، حمایت افکار عمومی رو ازش ببرن و زنان رو نسبت به اسلام بدبین کنن، به ویژه زنان سرزمین خود ما رو که الان در مبارزه بودن و با بدبین شدن به اسلام خودشون رو از انقلاب کنار بکشن تا انقلاب ما. معرفی میکنم زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی. ببین یه بار یه صحبتی کردم اونم در نظرت بیار که گفتم یه زمانی موده بریم با آمریکا ببندیم، مطالبه کف خیابونی شده، اینو دشمن این کارو کرده تو فضای بقولی خیا کف میدانی هم شده بریم الکسیسو بیاریم، موده از مونتا الی فلان تا فلانشون یکی از افتخارات اینه که میگه من میخوام برم با آمریکا ببندم. یه روزی میاد میشه مود چی؟ میشه مثلا با انتقام حاج قاسم گرفتن، این میشه مود. یهو همه لبا، یا مثلا یه روزی میاد همه اون نماینده هایی که 20 دقیقه ای سپاه رو کردن توی چراغ سبز دادن سپاه رو فلان مثلا چیز کنن، یهو میان لباس سپاه میپوشن، این میشه مود. یه روزی اون موده اینه که مثلا بیای چفیه بندازی انتقام سخت و فلان، یهو میبینی تکنوکراتی ها فلان اینا همه شدن رفیق حاج قاسم طرفدار فلان، و یکی میبینی مود. یه روزی این یقه بستنه اون اکبر گنجه پونس میکرد تو کلاهای فلان، میان اینجوری وارد میشن هر غلطی میکنن پسر خاله خواهرزاده فلان، به ما همه هم با هم فک و فامیل زیبا کلام دوماد اون فلان دوماد. حالا من میتونی حرف بزنی نهایت کاری که اتفاق افتاده چیه؟ جمع کردن همین مسئول مربوطه رو اگر بدونم، اگر دستم برسه باید یعنی همین دیگه، بیا آقا ناموسش رو جلو چشش بقولی یه تیکه خرکی خفن بندازی تا مغز استخون بسوزه، بعد چیکار کنی؟ بعد برای جبران ترک محل کنی. ببین چیز میشه؟ ولت میکنه؟ مثلا میگه تموم باشه همین ترک محل کردی حله؟ ناموس وطن، به ناموس یه ملت، تو اینکه بابا مهدی باکری داده این خاک، ستارخان باقرخان داده واسه این آتورپاتگان، واسه این آذربایجان، واسه این ایران، سرزمین ابراهیم، سرزمین زرتشت، که بهش نگاه چپ 300,000 نفر فقط تو همین یه جنگ، این همه سالیان تاریخ، این همه شهید دادی واسه این خاک، بد بیاد یکی یه همین سادگی فوش ناموسی کشدار بهت بده و جمع کنم برن. یه موقع شهردار نیاد از من به قول شکایت کنه ناراحتم بشن آقای شهردار، یه موقع به قول تصدی اوقاتشون شد جمع کردن اینها. میخوایی بریم یه خودرو هم به نام اینا بنویسیم، یه حواله خودرو بهش بدید، هزینه هم که نداره که، یعنی یه کاری کردی بهشت مجرمین شده، مردم آزاری راحت ترین کار ممکن شده. تو اگر عرق بخوری تو پارک اونقدر چیز نداره که نماز بخونی تو اون پارک. من نمیفهمم آقا، یکی به من این، من شاید من سخت، شاید من به قولی خیلی دلم از این قضیه آشوبه که یه روز درست صبر کردم، این همه مسئله شخصیم هم تو زندگیم افتاده، باید به اونا فکر کنم اتفاق افتاده. دو تا ویدیو یه بارم قبلش صحبت کردم،
باز آروم نمیشم و دوست دارم فاش خوار و مادر بکشم به کسی که برخورد به قولید من. آقا شما بگو، شما آقا قراره مثلا قضیه اینه دیگه، مثلا به زنش که مثلا ناموسشه بی تفاوت بشه، که بی غیرت بشه، که فردا مثلا کشور فلان اینا، ناموس چی پس؟ یعنی چی پس؟ غیرت برای چیه؟ دفاع از خانه دیگه، دفاع از وطن، دفاع از ناموست دیگه، دفاع از بعد چجوری بگم که بعد نباشه؟ ولش کنم آقا، مثلا یکی بیاد هر جوری بگم نمیدونم، یکی بیاد مثلا به زن طرف یه چیزی بگی، بعد برای جبران ترک محل کنی، همین اسکلیم. آیا اون چی شد؟ رهبر مملکتت وارد عمل شد، اومده رفته نمایشگاه میگه که آقا این ترجمه ترکی استانبولی کردی فلان فلان شده، این آذری ما نیست. چند تا کتاب باید بره دونه دونه به چیز کنه؟ چی شد بعد؟ آخونده کله تو قبای آخونده، اون کله بسته تو قبای آخوندی شورای شهر شده، به نام قرآن و اسلام خر کردن، یه در وارد شدن به شورای شهر، داره تجدید طلبی زر میزنه. چی شد؟ چی شده اون الان چقدر شلاق خورده؟ چقدر به جرم توهین به ناموس وطن زدن تو دهن بی شرفش و شکوندن؟ تجدید طلب الاهوازی آوردی صدا و سیما گندش کردی، عمش هم چیز نمیکرد اون آهنگای فلانشو، بعدش هم که شد قهرمان ملی یه عده به قول مغز پختونده، مغزشونو پختند به قول چشماشون دیگه نمیبینه، حالا دیگه حالا بیا دست بزن. این آقا همین این چیکار چی شد؟ چی شد همین جمع کردی؟ تا کی؟ تا کی بشینیم نگاه کنیم بیاد بگی خلیج فلان؟ تا کی نگاه کنیم چهار نفر جمع شن مردم هم به قولی دست بگیرن؟ میگم مردم چیز میافتن بازی یا چیز دیگه، عیسی در واکن میافتن توش، خیلی نه مردم ولی خیلی ها توی مردم به قولی اینجوری میشه به یه سمتی به قولی ظاهری کشون اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه، که چی میفهمه یوگوسلاوی چی اصلا، یا مثلا اون یکی که پرچمش هم زده بودن، حالا نمیگم واقعا اعصابم خرد میشه، تو ورزشگاه یعنی چی؟ چی میدونه یعنی چی؟ چی شدن؟ بسه دیگه، بسه دیگه، باید بریزیم بیرون شلوغ صد، من باید صد تا آشغال آتش بزنیم بشنوید؟ نمیشنوید؟ فرقی هم نمی‌کنه این ور اون ورا، کدوم ورا چسبیدی داداش من؟ تا کی برای یه عده خاص؟ تا کی به قولی ما هم که اسکلاشیم دیگه، ما هم بمیریم، من که هیچی، من که پخه نیستم، اینا این بچه‌هایی که ستون‌های نظام رو دوششون چرخ گردوندن به قولی نگه داشتن کشور رو، با داعش جنگیده فلان کرده، قایمکی هم دفنش کردی بیچاره رو، که یه موقع به طرز قوای برق فلان فلان شده، هایی که دنبال اون شاملوی حرومزاده و اون نمیدونم پوفیوز میاد علنا داره چیزی تو میزنه، شد شاعر فلان آزادی فلان نمیدونم یا قشنگش اینه، این میاد یه بار با این میزننت، یه بار با شجریانه میزننت، اینی که ازن اومده این موسیقی سنتی تو میزنه، شاملوی که موسیقی سنتی تو میزنه، طرفدارای به قول اونایی که با این میزننت برن پایه، به قول یه بارم با شجریانه بزننت، چقدر مال اینا، چقدر به قول آقا یه جایی نمیدونم سیاستات اگه قراره همیشه این باش اینجوری باشه که برو دادش تو برو دنبال همون ولش کن، فرقمون چیه؟ آبا تاریخ به خدا 100 سال 200 سال نیست، چرا با لگد دشمن میدارشی؟ سوال اینه تا کی؟
کی چی کار کردی، چی کار میکنی، هزینه چی میده، نیایی بری حواله خود رو بدی بهش که جمع کرده اینا، نیایی بری بردا تشکر نکنی ازش که جمع کرده. فقط چطور من باشم قانون فلان میکنه سر من، نمیدونم بودن توی ببین یه چیزهایی من خب چیز شده برام تو زندگیم، یعنی الان این پیش فکر میکنم یا خدایا چطور اگه یه کسی باشه مثلا نمیفهمم من یه چیزهایی داره، فقط به قولی اصل فتنه اینه دیگه، بهت گفتم حالا تو اون قضیه فتنه اکبره فلان گفتم یه بار پشم بیان چیز میکنن آماده میکنن اینم منفعل این وسط، هیچ هزینه ای هم نداره، دوباره فردا یه چیز دیگه، دوباره فردا یه چیز دیگه، دوباره فردا یه چیز دیگه، مثل اسب تروبا وارد شدن، مثل موریانه تمام به قول چیزا رو بزنن. اقتصادت هم که ببین دیگه، اقتصادت هم ببین. یه چیزی اینجا بگم، گفتم اقتصاد یاد رائفی پور افتادم که خیلی باش مخالفم لحاظ اقتصادی اینا. ببین فلسفه نئولیبرالیسم پایه و ستونش اصلا اقتصاد، خیلی از مکاتب فلسفی و حکمرانی برای اقتصاد دیگه، مثلا نوع به قولی حالا چیزه فلان، حالا این تفکری من خیلی باش مخالفم، این تفکری نه، دو نوع اقتصاد داریم الان، اقتصاد مقاومتی یا دستوری به قول اینا، اینا میخوان چپش کنن اینجوری میگن دستوری، ولی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد نئولیبرالی یا اقتصاد بازار، اقتصاد بذار باز بدیم مردم، بده دست مردم، مثل احمدی‌نژاد میگه بدید آموزش بدید دست مردم خودشون برن بخرن، بنزین رو بدید دست مردم خودشون فلان کنن، رو یارانه بدید خودشون فلان کنن، نمیدونم یارانه رو بردارید بذارید مثلا بازار خودش قیمت رو پیدا کنه. اقتصاد تحریمی دنبال اقتصاد بازارن، همینقدر بگم، ولی من اقتصاددان نیستم ولی انقدر احمقان است. یا اقتصاد بازار دیگه، اقتصاد آزاد، اقتصاد نئولیبرالی، یا به قول اینا اقتصاد به قول مارکت اکانومی، اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، اقتصاد نئولیبرالی، یا اینو داریم یا این دیگه. تو نمیشه که این ورش بگی قال الباقر قال الصادق فلان، ولی به پول که برزه نه، قال ابن ملجم، قال یزید، قال الشمر، نمیشه. خیلی باهاش مخالفم سر این قضیه، اما سر این قضیه نوروزه، این تقطیعی که ازش الان جدیدن پیش اومده، من اینو قبلا ازش دیدم تو ذهنم هست، اصلا حرفش این نیست. حالا به مضمون اینه که میگه بابا مثلا ما ارتباط فطری قضیه آیین های باستانیمون اونایی که فطری خوب و فلان اتفاقا اسلامی اینا مونده، وگرنه اینکه آقا خورشید دف ما اومد خب رفت که رفت، مثلا همین نوروزم اصلا شما باور تمدنی ازش خارج کن، باور خارجی مثلا بگو شب بگو زمستون شد بگو امشب یه روز یا مثلا یلدا یه روز بیشتره، خب یه ثانیه بیشتره، چه لحاظ فرهنگی چه لحاظ اعتقادی، منظورش اینه، این بگو بی اخلاقی میکنن که دارن اینجوری بگو چیزش میکنن، وگرنه اگه اونم منظورش این بود غلط بگو چیز کرده بود، ولی نکرده بیچاره. من اینو یادمه یا قشنگ ازش راجع به این قضیه یه بار چیز کردم، این تقطیه راجع به این مثلا این یهو یادم افتاد اینجا بهتون بگم، این منظورش این نبود، داره چیز میکنه، داره مثلا میگه که خب مثلا اگه قرار باشه مثلا با منظور اینه، حالا کامله زیاد سخنرانی طولانی بود تو ذهن، ولی حرفش این بود که تقریبا اگه قرار مثلا فقط خب امروز بهار شد آخ تو دستشویی بمونی تا آخر میمونی، یه سر خرافات اینا هم قاطیش کردن و فلان، حرف بعدی هم نمیزنه، اگه فقط این بود، ولی ندید و بازدید رو شدن نمیدونم فلان، دقیقاً فطری و آیین و فرهنگت فطریه، اتفاقا منظورش اینه، میگه شما اون آیین باستانیت هم کشور خداپرستانه که خدای واحد، اینجا تاریخ فطریه خداییه، منظور به این حالته. حالا یه همچه چیز زیاد یادم نمیاد، دنبالشم نرفتن دوباره ببینم، فقط میدونم که اینی که دارن الان این کارو میکنن این بی اخلاقی محضه. خیلی با رائفه پور مشکل دارم تو خیلی مسائل، ولی تو این قضیه خدایش نامردیه، مثل اینکه آیت الله حیدری بود فکر کنم اینجوری صحبت میکنه، معمولا میاد یه شبهه یا میگه بعد میاد جوابشو میده. اینا رفته بودم اون یه تیکه شبهه رو ازش یه بار تقطی کرده بودن راجع به امام زمان، اینا نامردا عجر زده بودنش، ولی خب مثلا شما اگه کاملشو نگاه کرده بودی توی درسش، حالا شخصا چیز ندارم، اون یه موضوع خاصشو میگه،
میگه این داره سوالا رو میگه که بیا جواب بده، اتفاقا خیلی هم خوب جواب میده. این کار چیزای رسانه‌ای و ایناست، ولی اینایی که داریم میبینیم این مسائل، اینا دیگه رسانه، اینا تقطیع اینا نیست که. اومدن گذاشتن آقا اون الفبای مغولی گذاشتن اونجا، اومدن کسی که طرفدار تجزیه طلبیه، طرفدار پانگورگیسمه، طرفدار فلان رهبرای استقلال فلان رو چیز میکنه، نمیدونم خب این یا نقش پرچم فلان، اینا آدم میمونه، هیچ وقت هم هیچ اتفاقی سرشون نمیافته، دهنشون نمیخوره، چه این وری چه اون وری دارن از این. اصلا بهترین حقه دشمن همینه، همین انفعال هست، همین یا انفعال هست یا بی عملی هست، بهترین حالت. من بچه و ارزشی انقلابی فلان وطن پرست فلان، ازت حالم به هم بخوره، بگم من اشکالتم مگه؟ ناموس وطن تو میکن، هیچ چند تا چیز به قول شلاق خورد الان، چی شد؟ به کی چی کار داری میکنی؟ از اون ور سلطنت طلبی بیاد بهت بگه که بیا آخونده فلان چیز کردن تو پانترکیسم و فلان و نمیدونم اینا، رهبرش هم ترک و فلان و اینا، خودشون چیزن همه رو با هم فتنه، ته فتنه سو. اصلا از همه لحاظ گسلها سرش، گسلهای اجتماعی هم مال مسئله تمدنیه، صحبت کردن باره، حالا بعضی مسخره که فلان کردن تیکر میندن به قول چیز قبول ندارن، نمیفهمن اینو، همیشه دیر میفهمن، نمیدونم چه بدبختی، همیشه همه چیزو دیر میفهمن. حالا چیزا، یا مثلا بیای اینور پشم و فلان، بعد از اونور بی پشم. این عجیبه، واقعا عجیبه. چشات چی؟ الان مگه کشور اسرائیل؟ الان مگه کشور اسرائیل؟ الان هر جا ببین کشور فلان، حالا برو نقطه چین بذار رو نقشات، برو ورزشکار بدبخت تو دوشک حاضر نشه، کی داره این کارو میکنه؟ جلیلیه، جبلیه، نمیدونم عدالت فلان، عدالت خواهی، اوه نمیدونم فلان، اون یکیشون که قبلیه که الان شد وزیر میراث فرهنگی، اینم بعدن احتمالاً میشه وزیر میراث فرهنگی. فرهنگت اصل دعوای فرهنگ است، بی کس کار به قول غریبت، غریب در این چیز شده فرهنگمون، اصل غریب ترین به قول غریب، غربت ترین، غریبت، غریب ترین، تنها ترین، بی کس ترین مسئله شده فرهنگ اینجا، تو جنگ فرهنگی که اقتصاده رو دارن، جنگ اقتصادی واسه زدن فرهنگی هست، واسه شناختی هست. خب تا کی قراره هیچ چیزی نشه؟ برخورد نرم و فرهنگی اینا که ریدی به معنای کلمه ریدی، برخورد سختت هم که چی آدم یاد هشتک چیز میافته، نگم حالا دشمن شاد میشه، چقدر میخواین دشمن شادمون کنید؟ خود دشمنید، خود شادید. همه این دختران جامعه خواهران ما هستند. من استاد خواهرگاهیدم. خود چیزید؟ معلومه دیگه، ببین شکل اردک، عین اردک، صدای اردک هم میده، خود اردک بی پدر مادر، خوار مادر، نه خود به قولی چیزه، چجوری باید به این بعد تا کی باید هی بگیم آقا ناامیدی نشه، نمیدونم فلان نشه، بمان نشه، چی کجا شرقش رو نگاه کنی داره یه قسمتی رو به قولی میزنه و اصل فتنه است، اصل فتنه ای که یکی مثل من توش لیز بخوره اینه، اینجوریه که دست بذارن روی ناموست، روی مسئله ناموسی هی انگولکت کنن، هی تحریکت کنن، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار دیگه رد بدی، یه فلان فلان شده تا صد لاشخال آتش نزایی نمیشنون، قروم ساق داره ناموس وطن توهین میکنه، چه غلطی میکنی جز این که جمع کنه همین؟ یا مثلا مسئله مختلف، گفتم با عدالت میشه مثلا اون چپ فلان اونو زد،
با نمیدونم با آخوندی میشه مثلا بچه یتی فلان اینا رو چیز کرد. ما هم همین این قضیه دستش خودش فتش رو میفهمم اینا، ولی خب چیزی هم نکنی اینا این خیالشون نیست، مثلا نمیخوان تصمیم های سخت میترسن، تصمیم های سخت میترسن. سر بنزین آقا رو میندازن جلو که برای امنیت آقا بیاد خودش خرج کنه، سر استیزاهش میان میگن آقا گفت نمیدونم فلان بمان، بابا گفت بی ادبی نکن فلان فلان شده گم شو برو استیزاتو بکن کار قانونی تو انجام بده، سر نمیدونم فلان اوف آقا سر این هر چی ببین میترس کار یه مشت یه عده انگاری دست گرفتن قضیه رو که بی چیزن، چیزشون فقط تو شجاعتشون مال مثلا برخورد با ما با اون آخوند و با اون بچه بسیجی و با اون چهار تا پشم و با اینا فقط یه مرد میشن، یه لات میشن، لات کوچه خلوتن، یه لات میشن به ما که میرسن آی قانون فلان تو توهین فلان تو هزار تا چیز برات میبندن دهنتو سرویس میکنن، به چیزی که میرسه بدبختی یکم سرباز بدبختت وایساده اونور مرز داره جون میده نگه داشته ارزای تمدنی تو نگه داشته، این داخل میای توی قضیه فرهنگی میبینی فلان فلان شده عقلش تو سیم کارت و بنزین و فلان دمم تو فلان، بعدش هم میشه زیر کولر این چیزش هم که میشن رفیق نمیدونم چی داد. بگذاریم آقا بگذاریم، هر چی بگیم اصلا فایده نداره، یعنی بی ادبی میشه، فایده که داره قطعا داره. بعد یه جایی وایساد بالاخره سخت گرفت دادش بس، این باید شما سیاستتو بذارید بس تدافعی، اتوبوسی چیندی افتخارم میکنی شخصیت داره ریده تو این فوتبال 10 ساله نمیتونی این فاصله فواصله کم کنی، 10 ساله چیندی اون بغل مثل آبرویتیتمون رو بردی 6 تا 6 تا هم میخوری یه میگی شخصیت داره کیروش فلان، چرا کیروش پور کرد تو پاچت اونجا که زورت نرسید، اینجا رو بالاخره یه پشت دستیرم خدا آفریده بس دیگه، یه کار بالاخره یه بیت سیستم چهار تا شبکه درست کن چطور بشینن فلان کنن، سیاست بذار واسه پس گرفتنت، مالت حقته، حق منه، اصلا به تو چه، ارث بابام، من آبا اجدادیمه، تاریخمه، هویتمه، تو قراردادهای غیرقانونی از ما دزدیده شده، مال منه باید پس بگیری. بگذاریم عزت زیادی عالی مدد.